کشف مرد پر احساس درون مرد درون تو و زن درون تو از جنگ برگشتن هر دو زخمی و خسته و به دنبال تیمار شدن هستند. اکنون زمان آن رسیده شمشیری که این دو را از هم جدا می کند بر زمین بگذاری تیمار مرد زخمی درون در افسانه جام مقدس پارسیفال به دنبال جام پیاله ای که مسیح در مراسم شام آخر از آن استفاده کرده است و دیگه کهن الهه اعظم می گردد. پارسیفال قدم در قصر جام کربنگ می گذارد و در آنجا پادشاه ماهیگیر را می بیند که بین پاهایش زخم غیرقابل درمانی ایجاد شده است. جام مقدس به تنهایی می توانه زخم او را درمان کند. اما او به حضور جوان معصومی مانند پارسیفال نیاز داشت تا شاهد چنین صحنه باشد تا با او همدردی کند و از او بپرسد چه بر سرت آمده است تنها در آن صورت بود که پادشاه به قدرت ماورایی جام دسترسی پیدا می کرد. پادشاه همان طریقت حکم فرما در روان و فرهنگ ماست و ما نیز در زخم خوردن مثل شاه ماهیگیر هستیم ما به پارسیفال نیز شباهت داریم یک احمق به تمام معنا و معصوم ما چشم خود را به روی این واقعیت که توازن نداریم میبندیم تا زمانی که یکی از وجوه درونی خودمان متوجه درد نشود ابراز همدردی نکند و از ما نپرسد چه بر سرت آمده است زخممان التیام پیدا نخواهد کرد ما از ارتباط با زن خلاق درونمان دور شده ایم. با امتنا کردن از توجه به بینش عواطف و شناخت عمیق از جسم خود باعث می این بخش منطقی ذهن ما به این زن بیعتنائی و او را تحقیر کند. با دور شدن از قلم روی احساسات و نزدیک شدن به سرزمین عقل و منطق و دانستن نیمه چپ مغز به نیمه راست بین ما و آن سرچشمه بی از قانونی از معنا و مفهوم که زنانگی الهه و جام نام دارد بیگانگی عمیقی رخ داده است. ما اندوه و تنهایی این بیگانگی را حس می کنیم. ولی متوجه نیستیم که این عواطف حاصل یک ناهماهنگی در ذات و طبیعت ما هستند. مردانگی یک نیروی کوهن یک جنسیت نیست. مثل زنانگی یک نیروی خالق است که در درون همه مردان و زنان وجود دارد. زمانی که دچار ناهماهنگی و انفصال از حیات شود به یک نیروی رقابت طلب، نکوهشگر و مخرب تبدیل می شود. این کهن الگوی مردانگی نامعنوس میتواند غیر انسانی و بیروح باشد. محدودیت های انسانی ما را در نظر نمیگیرد. روح خشک و مردانش به ما میگوید که به هر قیمتی به راه خود ادامه بدهیم. توقع کمال، فرمان روایی و تصاحب دارد. هیچ چیزی هرگز کافی و کامل نیست. مرد درون ما مانند شاه ماهیگیر زخمی شده است. جام مقدس مظهر طریقت زنانه مقدس و آفرینندهی محسوب می شود که برای همه ما دست یافتنی است. جام مقدس زخم پادشاه را التیام می بخشد همانطور که روح زنانه مرد درون ما را شفا می دهد. در افسانه آمده است که جام مقدس در تمامی لحظات در دست دوشیزه جام بود. اما پارسیفال و پادشاه هرگز متوجه این موضوع نشدند. جام مقدس قصر جام و محافظان جام در پی اقدام نامناسبی در جهت مینه یا عشق و رفتار ناپسندی که یک اهانت تعرض یا خشونت علیه دوشیزگان جام بیحرمتی در حق حاکمیت خود جام یا قانون آن تلقی می شود تلسم و افسون شدن. همانند پارسیفال و پادشاه ما نیز متوجه جام درون خود نیستیم. باید چشمان خود را بگشاییم و سطح آگاهیمان را گسترش بدهیم. ما به نیروی سبز و زاینده و با تراوت زنانه نیاز داریم که به نیروی خشک و بیروه و زخم خورده مردانه ای التیام ببخشد که در فرهنگمان منتشر شده است. در غیر این صورت در یک سرزمین بایر دست و پا خواهیم زد. پارسیفال تجربه جام، قصر جام و پادشاه زخمی را از سر گذران ولی هرگز نپرسید چه بر سرت آمده است. اگر بخواهیم دست به درمان و التیام بزنیم باید این پرسش را مطرح کنیم. آن مرد افسار گسیخته و خودکامه که درون همه ما وجود دارد ما را تا نقطه ای پیش میبرد که تعادلمان را از دست بدهیم مثل نفکش والدز کج می شود نشن می کند و به طبیعت مادر آسیب می زند. مرد لجام گسیخته یک نیروی بیگانه و شوریده با قایقی مست و بدون عقل به جان مادر ما افتاده است لجنی سیاه و قلیز به پوست او و رویاهای من رخ می کند. آگاهی ما را می آلاید. همه ما از نفت مستیم. حواس خود را خموش می کنیم. چشمان خود را می بندیم. به دنبال مقصر می رویم. سواحل زمین را در مینوردیم نوردیم. پرندگانش را تطهیر می کنیم. سمورهای دریاییش را به یغما می بریم. پیوندمان با او را نادیده می گیریم. از دوباره او را آلوده می کنیم. من برای طبیعت مادر شیون می کنم. مادری که به او بیمهری و بیحرمتی شده. از ثروت و نعمات او تا آخرین قطره استفاده شده است. تمام و جهل انسانی پیکر این مادر را حت که حرمت می کند. آن را آلوده و بی افت می کند. چه زمان خواهیم فهمید داریم به مادر خود آسیب می زنیم. هر کردار ما بر همگان تأثیر دارد. دیگر نمی توانیم کتمان کنیم که ما از جنس درختان و دریا و زمین هستیم. باید زمین را از وجود آلایش های خود پاک کنیم. ماه همه 1989 و من به تازگی از والدز آلاسکا بازگشتم. سفری که با هدف کمک به کودکان مصیبت زده از حادثه ی نفکش شکل گرفته بود و پرسشی را که پارسیفال مطرح نکرد مرتب از خودم میپرسم. از تکذیبیه های مسئولان روابط عمومی شرکت نفکش در خصوص تأثیر نشت این ماده در زیسبوم، حیات حیوانات و حیات ساکنان دهکده های ماهیگیری که محیط زندگیشان مورد حادثه قرار گرفته بود حیرت زده شدم. تا تاریخ 15 سپتامبر 1989 این نشتی را پاک خواهیم کرد. تعداد حیواناتی که جان دادن زیاد نیست. هیچ انسانی در این حادثه جان نباخته است. پس چرا گروه های سوق تشکیل می دهید؟ آنها دروغ میبافند اذهان را منحرف میکنند و آسیب عظیمی را که به محیط زیست وارد کردهاند انکار میکنند برای از دست رفتن راه معیشت ماهیگیران یا مرگ دردناک پرنده های دریایی و سمورهای دریایی به سطحی ترین شکل ممکن اظهار همدردی می کنند. مسئولان روابط عمومی سخت در تلاشن تأثیر مخرب نشت 240 هزار بشکه نفت به آبهای دریا را کوچک و ناچیز جلوه بدهند. شرکت اکسون و هیئت گردشگری آلاسکا کارزاری با بودجه 4 میلیون دلاری راه اندازی کردند که در آن با استفاده از تصویر بدون خال مرلی مونرو قصد دارند ترس عموم از خط دار شدن جذابیت های آلاسکا را برطرف کنند در این گفته شده است تا زمانی که به صورت او دقت نکنید متوجه خال بالای لبش نمی بدون این خال عکس شاید تغییر کرده باشد ولی زیبایی او تغییری نکرده است آلاسکا نیز به همین صورت است نشد نف شاید بخشی از تصویر را به صورت موقت تحت تاثیر قرار داده باشد ولی مناظر و فعالیت های جذابی که به خاطر آنها به آلاسکا میآیید به قوت خود باقی هستند این نو و انکار فاحش نمونه ای از همان مرد زخمی و خطرناک و خودمحوری است که به تعریف خود به حقیقت سخت چنگ میزند و آن را رها نمی کند عنصری از این نیرو درون همه ما وجود دارد ما چشم خود را روی مرد خشن و مقتدر و سلطه طلبی که روان ما را تحت فرمان دارد میبندیم. هر بار که به عواطف، جسم، آرزوها و بصیرت خود بی توجهی می کنیم در حال خدمت کردن به این جبار و قاسب درونی هستیم. تنها راه درمان این بی برای یک زن این است که نور آگاهی خود را به دل سیاهی ببرد. او باید حاضر باشد با سایه ستمگر خود مواجه بشود و برای او نامی انتخاب کند و سپس او را رها کند. لازمه این کار این است که زنته اقدامی آگاهانه از تعلقات بیپایه و اساس خود به قدرت نفس، پیشرفت مالی و یک زندگی منفعل و کمتنش دست بکشد. این تغییر نیاز به شجاعت، دلسوزی، خشوع و زمان دارد. چالش زن قهرمان فتح و پیروزی نیست بلکه پذیرش است. پذیرش بخش های بینام و نشان و محبت ندیده ای از وجودش که به دلیل بیتوجهی به موجودات ظالم و قاسب تبدیل شدهاند. ما نمی با چشمان بسته مسیر زندگی را بپیماییم. باید تمام بخش های متعارض وجودمان را بشناسیم و بررسی کنیم. همه ما داریم که در زیر سایه ها کمین کردن. به گفته ای ادوارد ویتمان برای غلبه بر این چالش باید از قدرت کافی برای حفظ آگاهی و تحمل تعارض برخوردار باشیم و بتوانیم در برابر تعارض تسلیم شویم. وظیفه قهرمان زن این است که با عشق ورزیدن به جهان آن را به آگاهی و درک برساند. این کار را باید از خودش آغاز کند.